بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نامگذاری به قاضی القضات و مانند آن و از آن منع کردن، یعنی شخصی برای خودش این نام را گذارد یا از غیرش به گذاشتن آن نام راضی شود. سوال می شود که حکم قاضی القضات ماندن چیست؟ جواب آن است که یکم گناه کبیره است اگر به آن تنهایی نامیدن را قصد کند. دوم شرک اکبر است هرگاه اعتقاد کند که او بر بالای همه قاضی ها حتی بر بالای الله سبحانه و تعالی قاضی است. سوم اگر آن را به طائفه یا شهر یا زمان قید و حصر کنیم جایز است و بهتر این است که ترک کرده شود. دلیل اول این است که در صحیح از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند زشترین نام در نزد الله سبحانه و تعالی آن است که مرد ملک الاملاک نامیده شود، در حالی که ملک جز الله سبحانه و تعالی وجود ندارد. سفیان میگوید مانند شاهنشاه و در روایت آمده است که فرمود بدترین شخص نزد الله سبحانه و تعالی و پلیدترین آنها نزد الله در روز قیامت است. فرمودن که زشترین یعنی به ضد قصدش عقاب کرده شد و مثل آن است که هر چیزی که بر جبروت و سلطه و تعظیم دلالت کند. فرمودن که اغیاز یعنی در این اثبات صفت غیظ قهر و غضب برای الله است. پس اون صفتی است که لیاقت به الله را دارد و ظاهر این است که غیظ از غضب سختر است. مسئله های این موضوع یکم نهی از نامگذاری شخص ها به ملک الاملاک. دوم البته اون چیزی که معنای ملک الاملاک را داشته باشد مثل آن است، همان گونه که سفیان رحمه الله گفت مانند قاضی القضات و حاکم الحکام و سلطان السلاطین. سوم هوشیاری برای سختگیری در منع کلمه هایی که چنین معنی ها دارند حتی معنای واقعی آنها قصد کرده نشود. چهارم در کردن این که این نهی به خاطر احترام الله سبحانه و تعالی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.